بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان مذاکرات مشترک و گفتگوهای خصوصی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و همچنین نخست وزیر محترم عراق جناب آقای المصطفی الکاظمی، هم اکنون در محضرشون هستیم در جمع مقامات عالی رتبه دو کشور و همچنین اصحاب رسانه از بیاناتشون استفاده میکنیم. جناب آقای رئیس جمهور، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندیم از حضور هیئت عالی رتبه کشور دوست و برادر عراق به ریاست آقای نخست وزیر محترم آقای مصطفی الکاظمی و با حضور وزرای محترم و مدیران عالی دستگاه‌های اجرایی، سیاسی و مالی در عراق. به حمد الله مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادرمون عراق مناسبات بسیار خوبی است، هم مناسبات در حوزه سیاسی، مناسبات اقتصادی، مناسبات فرهنگی و ثقافی، لکن به نظر ما میتونه این مناسبات توسعه بیشتر پیدا کنه. در این نشست از صبح تا الان اون چه بین ما مطرح شد اراده دو کشور برای توسعه مناسبات بین دو کشور ایران و عراق هست. امروز ارتباط ما با عراق فقط یک ارتباط همسایگی نیست، بلکه ارتباط در باورها، ارتباط قلبها و ارتباط عمیق و عریق دو کشور، دو ملت و دو دولت با یکدیگر. ما معتقدیم علارغم خواست دشمنان میتونه این مناسبات در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا کنه و توسعه این روابط بین دو کشور خلاصه نمیشه، نقش آفرینی دو کشور در منطقه و در جهان و ارتباطات بین المللی بسیار میتونه این روابط تاثیرگذار باشه. اون چه در نشست‌های تخصصی مطرح شد بین وزرای محترم و اون چه در نشست بین بنده و آقای نخست وزیر محترم عراق مطرح شد، همه به حمدالله در جهت توسعه این مناسبات و تصمیماتی گرفته شد که امیدواریم این تصمیمات سریعا به اجرا در بیاد. خبر خوب آقای نخست وزیر برای لغو روادید بین دو کشور خبر خوبی بود. اراده عراق و ایران برای توسعه کریدور ریلی و ارتباط شلمچه با بصره که با سرعت قرار است انجام بگیره انشاءالله با دستور ایشون و پیگیری وزرای محترم مربوطه در ایران و عراق، این هم نکته بسیار خوبی بود که قرار دنبال بشه و انجام بشه. مسئله روابط مالی و پولی بین دو کشور، این هم از مسائلی بود که صحبت شد و قرار است با پیگیری که انجام میشه انشاءالله این کار هم دنبال بشه. و نکته مهم دیگر، در آستانه اربعین حسینی علیه السلام هستیم. وضعیت کرونایی برای نه فقط دو کشور ما بلکه برای جهان هست. حفظ و صیانت زائرین مسئله بسیار مهمی است که این مسئله محدودیتی در کشور عراق ایجاد کرده. در این حال آقای نخست وزیر برای اینکه عزیزان عاشق ابی عبدالله الحسین علیه السلام بتونن از این زمینه برای زیارت مسجد نورانی امام حسین علیه السلام استفاده بکنن، این وعده که تعداد افزایش پیدا کنه به میزانی که امکان دارد، این هم از خبرهای خوبی بود که داده شد. امیدوارم که روز به روز روابط بین دو کشور افزایش پیدا کنه و علارغم خواست دشمنان دو کشور، ما همواره شاهد روابط خوب بین دو کشور ایران و عراق باشیم. یک بار دیگر خوش آمد عرض میکنم به آقای نخست وزیر و وزرای محترم ایشون و هیئت عالی رتبه عراقی.
بسم الله الرحمن الرحيم. منذ صباح اليوم جرت اجتماعات جيدة مع مسؤولي جمهورية العراق الشقيقة الصديقة والتي ترأسها دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين في الشؤون السياسية والتنفيذية، وكانت منصبة هذه الاجتماعات على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين إيران والعراق، وكانت تجري هذه المباحثات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. نحن تجمعنا هذه العلاقات لكن بإمكانها أن تتوسع أكثر فأكثر. الموضوع الأهم الذي استنتجناه من هذه الاجتماعات أن البلدين لديهما الإرادة لتوسيع هذه العلاقات الثنائية بين البلدين. إن علاقتنا اليوم مع العراق ليست مجرد علاقة جوار، بل هناك علاقات متجذرة ووطيدة في معتقداتنا وقلوبنا، والعلاقة بين الشعبين عميقة ومتجذرة. ونحن نعتقد بالرغم من إرادة أعداء البلدين يمكننا أن نعزز علاقاتنا في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات لا تنحصر في العلاقات الثنائية، بل نحن نأمل إلى أداء دور إقليمي ودولي من جانب البلدين وتوطيد العلاقات الدولية والتأثير في هذه العلاقات القائمة. في الاجتماعات الاختصاصية التي عقدت بين الوزراء وأيضا الاجتماع الذي جمعني مع دولة رئيس الوزراء، كان توجهنا منصبا على توسيع العلاقات، وتم اتخاذ بعض القرارات نأمل أن تدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت إن شاء الله. وكما تفضل دولة رئيس الوزراء وجاءنا بخبر سار وهو يشير إلى إلغاء التأشيرات بين البلدين، وكان خبراً ساراً لنا مما يضمن توسيع العلاقات بين البلدين. الموضوع الآخر الذي تم الاتفاق عليه وجرت مداولته في هذه الاجتماعات الربط السككي بين منطقة الشلامتة والبصرة، ومن المقرر أن يكون هناك إسراع في تنفيذ هذا المشروع حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء ومتابعة الوزراء المعنيين في إيران والعراق، وهذا يصب في مصلحة البلدين. النقطة الأخرى التي جرت مداولتها في هذه المباحثات العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين، ومن المقرر أن تتم متابعتها. النقطة الأخرى، ونحن على أعتاب زيارة الأربعين الحسينية، وأيضاً هناك الوضع الخاص بكورونا الذي لا ينحصر بإيران والعراق بل اجتاح كل العالم، هناك اهتمام بالحفاظ على صحة الزوار، وهناك إلى اهتمام كبير لصحتهم وسلامتهم. لكن في نفس الوقت تفضل دولة رئيس الوزراء برفع عدد الزوار الإيرانيين الراغبين بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، فازداد هذا العدد، وهذا كان من الأخبار السارة. نحن نتمنى ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين بالرغم من إدارة أعداء الشعبين، ونتمنى أن تدخل هذه القرارات المتخذة في اجتماعات اليوم حيز التنفيذ. مرة أخرى أرحب بدولة رئيس الوزراء والوفد الوزاري الموقر المرافق له. جناب آقای نظرالدین بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أكرر عن شكري وتقديري لفخامة الرئيس
إبراهيم رئيسي لحفاظة الاستقبال وكرم الضيافة. وجدنا اليوم لتهنئته على فوزه وتوليه رئاسة الجمهورية الإسلامية لإدارة الجمهورية الإسلامية والشعب إيران الشقيق. در ابتدا از آقای رئیس جمهور آقای دکتر رئیسی تشکر و سپاسگزاری میکنم از میزبانی بسیار گرمشون. من آمدم به ایران تا به ایشون تبریک بگم برای بار دیگر تولی منصب ریاست جمهوری رو و خدمتی رو که به ملت ایران ارائه میدن. ناقشت اليوم مجموعة من الملفات الثنائية التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية، وهذه الزيارة الثانية إلى الجمهورية الإسلامية خلال سنة، ويدل على أهمية هذه العلاقة. امروز مجموعی از پرونده های مربوط به روابط دو جانبه رو بررسی کردیم و این بار دومی هست که من به جمهوری اسلامی میام که نشانگر میزان اهمیت روابط بین دو کشور است. و ناقشت بعض الملفات لتحقيق المزيد من التعاون في الملفات الأخوية المشتركة بين بلدينا وشعبينا، ونجسد معا الروابط التاريخية لتجمع الشعب العراقي والشعب الإيراني. مجموعی از پرونده ها رو امروز بررسی کردیم در راستای گسترش روابط بین دو کشور و در راستای تأکید بیشتر بر روابط تاریخی دو ملت. و تحویل هذه الشراكات المثمرة على كل مستويات لتصب لمصلحة شعوبنا. و اینکه این نقاط اشتراک رو ما همگی تبدیل بکنیم به اموری که به مصلحت و منفعت دو کشور منجر بشه. دائما نقول ان العلاقات وان الحدود العراقية الإيرانية 1460 كيلومتر جغرافيا، ولكن علاقتنا أكثر من الجغرافيا، التاريخ والمصالح الاقتصادية والروابط الثقافية. همیشه گفته ایم که بین ما و جمهوری اسلامی ایران 1400 کیلومتر مرز مشترک وجود داره، اما روابط ما بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از این مرز مشترک است و شامل موارد اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگر می‌شود. ولی جغرافیا هناك منطلق تاریخی و اخلاقی و سیاسی و ثقافی. عنصر جغرافیایی مشترک بین ما در عین حال خواستگاه اخلاقی و دینی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی دارد. ولهذه العلاقه هناك تاریخ طويل من المشتركات الاجتماعيه والحضاريه. و این رابطه همزمان هست با یک تاریخ بسیار درازی از روابط مشترک. ناقشت بعض الملفات المشتركة الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية كخط السكك الحديد الشلامشة بصرة. مجموعی از پرونده های اقتصادی و پروژه های استراتژی که بین دو کشور از جمله ارتباط خط آهن بصره شلمچه رو بررسی کردیم. و ناقشت كذلك التبادل التجاري وزيادة التبادل التجاري بما يخدم مصالح الشعبين كذلك. و همچنین تبادلات تجاری بین دو کشور و گسترش اونها و افزایش اونها رو به نحوی که به مصلحت هر دو کشور باشه مورد بررسی قرار دادیم. ان الشعبی فی العراق هو يتقدم يوم بتكريس مفهوم الديمقراطيه والسياده الوطنيه وبناء افضل علاقات مع دول الجوار. ملت من در عراق در راستای ایجاد یک فرهنگ دموکراتیکی در عراق هست و خواهان تقویت روابط با همه همسایگان خودش است. افضل علاقات مع كل دول جوار العراقی من تبعات الحروب العبثيه والديكتاتوريه وما تعرضته بلدي من دمار بسبب الحرب ضد داعش. و اینکه از تمام تبعات جنگ‌های بیهوده و بی اساسی رو که در دوره دیکتاتوری شروع شد رهایی پیدا بکنیم و روابط رو تحسین بکنیم. و هنا سجل شکر لكل من وقف مع الشعب العراقي في هذه الحرب ضد هذه الجماعات الظلاميه دواعش خوارج العصر. و در اینجا میخوام از همه اطرافی که در کنار ملت عراق ایستادن در جنگ با داعش که نیروی سیاه و خوارج از حسن تشکر کنم. و اقدم جزیل شکر لجمهوری الاسلامی التي وقفت مع الشعب العراقی من لحظه الاولى لمحاربت هذه الجماعات الضاله. و از جمهوری اسلامی که از لحظه نخست در کنار عراق ایستاد در مبارزه با این نیروهای سیاه در واقع سپاسگزاری میکنم. موقف عراق ثابت اتجاه علاقاته مع الجمهوری الاسلامی و مع الشعب الایرانی. موضع عراق نسبت به روابط با جمهوری اسلامی و ملت ایران پایدار و ثابت است. و الحكومة العراقية والشعب العراقي يقف مع الحكومة الإيرانية ومع الشعب الإيراني في كل تحدياته وظروفه.
و حکومت و ملت عراق در همه چالش ها و مشکلات و شرایط مختلف در کنار ملت و حکومت ایران می ایستند. و العراق يدعم الجمهوریه في كل مساعيها في الحوار لحل كل مشاكل في المساهمه في استقرار المنطقه. عراق همه تلاش های جمهوری اسلامی ایران رو در تحسین روابط با جهات مختلف و گفتگوهای مختلف تشویق و حمایت میکنه. مره ثانيه جزء الشكر لفخامه الرئيس ابراهيم رئيسي على حفاوه الاستقبال وكرم الضيافه. بار دیگر از جناب آقای رئیس جمهور آقای آیت الله رئیسی برای میزبانی گرمشون تشکر و سپاسگزاری میکنم. از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین نخست وزیر محترم عراق تشکر میکنیم. پایان مراسم.